سلام و درود. امروز میخوام به سوالات شما راجع به واکسن کووید 19 پاسخ بدم. خب یه سری سوال برای ما فرستادین و به 12 تا از اونها امروز میخوام جواب بدم. اولین سوالی که شده بود اینه که آیا واکسن کووید 19 یک واکسن خواهد بود که باید سالانه دریافت کنیم؟ حقیقتش اینه که هنوز زوده بر جواب دادن این سوال و تحقیقات بیشتری و زمان بیشتری لازم داریم، چون این واکسن‌ها که زدن هنوز هیچ کدومشون تو تحقیقات به بیشتر از یک سال نرسیدن که ما بخوایم بگیم که آیا بیشتر از این آنتی‌بادی میمونه تو بدن یا خیر. دارن سعی میکنن با در واقع تغییر دادن واکسن‌ها، با فاصله‌شون، فاصله دوز اول و دوم رو زیاد کردن، سعی کنن تا اونجا که میشه طول ماندن آنتیبادی رو توی بدن بیشتر کنن. احتمال هستش که حالا دو دوز اول که زدن ممکنه یه بوستر توی یک یا دو سال بعدش بخوادش، ولی چیزی خواهد بود که به احتمال زیاد مثل واکسن فلو احتیاج به تکرار خواهد داشت، ولی اینکه فاصله چقدر خواهد بودش این هنوز مشخص نیست. سوال دیگه ای که پرسیدن راجع به فرقهای واکسن فایزر و واکسن مادرنا هستش. جفت از این واکسن ها از همون تکنولوژی mRNA استفاده میکنه، یعنی اون کد ژنتیکی برای ساخت اون اسپایک پروتئینی روی ویروس رو از طریق در واقع واکسن وارد بدن میکنن و خب تو بدن ساخته میشه اون اسپایک پروتئینی و اون سیستم ایمنی رو تحریک میکنه برای ساخت آنتیبادی و دفاع ایمنی. تقریبا میشه گفتش عوارض ثانویه واکسن ها شبیه هم هستش. حالا ممکنه یه سری فرقای ریزی راجع به این که مثلا حالا توی فایزر آلرژی بیشتر دیده شده، حالا درصداش فرق میکنه وجود داشته باشه، ولی کلا خیلی شبیه به هم هستن. اگرچه هنوز در واقع CDC نمیگه که میتونین شما این واکسن مثلا دوز اول فایزر بزنید، دوز دوم و مادرنا بزنید، هنوز این چیزی نیستش که در واقع تایید شده باشه، ولی احتمال داره که در آینده چیزی باشه که بشه اینترچنجبلی با هم استفاده بشن، ولی فعلا خیلی شبیه هستن، ولی خب قطعا تفاوتایی هم دارن. در مورد عوارض ثانویه سوال کردین. همونطور گفتم عوارض ثانویه بیشتر همون در محل تزریق واکسن هست و ایجاد یه سری دردهای عضلانی، دردهای در مفاصل، خستگی، سردرد، یه تب خفیف. توی سری یه سری از تحقیقات یه سری عوارض جدی‌تری هم دیده شدش. به عنوان مثال توی ریسرچی که توی شرکت فایزر انجام دادش، در واقع یه سری بیلز پارالایزیس یا فلجی بیلز که یک صورت در واقع عصبش در واقع تحت تاثیر قرار میگیره و افتادگی ایجاد میشه، التهاب ایجاد میشه تو عصب، توی ساید افکتاش مطرح میکنه اینو شرکت فایزر، ولی تو شرکت مادرنا اینو دیده نشده. سوال دیگه که بوده راجع به آلرژی بودش و همونطور که گفتم بیشتر ما آلرژی توی مثلا بعضی شرکت‌ها، بعضی واکسن‌ها اصلا واکنش آلرژیک نداشتن. به عنوان مثال جانسن جانسن تو تحقیقاتش اصلا هیچ واکنش آنافیلاکسیک وجود نداشته، ولی خب بعضی از شرکت‌ها مثل فایزر توشون یکم بیشتر دیده شده و خب باید افرادی که سابقه حساسیت مخصوصا به واکسن دارن یا حساسیت‌های به یه ترکیبی که استفاده شده توی واکسن‌های mRNA به اسم پلی اتیلن گلیکول هست که در واقع این داروی هستش، توی سری از داروها یه ترکیبی هست، توی سری از داروها دیده میشه، مثل به عنوان مثال لکساده که داروی مستهل هست، اوبد کانتر هم میتونیم بخوایم یه پودر تو اون هست، یه سری داروهایی که برای در واقع بینی استفاده میشه، برای باز کردن مجاری در واقع بینی استفاده میشه، توش پلی اتیلن گلیکول داره. در اصل اگه شما سابقه حساسیت به اون دارین بعد فعلا از واکسن فایزر یا مادرنا استفاده نکنید. سوال دیگه که شده بودش راجع به این که هستش که اگه فردی دچار کووید شده باشه، یعنی ویروس رو دریافت کرده باشه از محیط، آیا میتونه و باید واکسن بزنه یا خیر؟ جواب کوتاه اینه که بله، واکسن در حساب اون ایمیونیتی که به طور نچرال ایجاد میشه با اون ایمیونیتی که با واکسن ایجاد میشه متفاوت هستش، ولی معمولا توصیه میشه که یه 3 ماه یا همون 90 روز صبر کنن، چون به طور طبیعی قاعدتاً باید آنتیبادی تو بدنشون 3-4 ماه بمونه و اگه بخوان واکسن رو بزنن 3 ماه صبر کنن خب بهتر هستش که در واقع بتونه دوام بیشتری داشته باشه. سوال دیگه که صحبت شد راجع به این که آیا فردی که واکسینه میشه، و این سوال خیلی مهمی هستش، آیا فردی که واکسینه میشه میتونه در واقع بیماری رو انتقال بده؟ در واقع 2 تا سوال توی این یک سوال هستش. یکی این که شما زمانی که واکسن رو دریافت میکنین، یعنی واکسن زدین، آیا
از طریق واکسن، چون در واقع واکسن داره یک واکنش‌هایی تو بدنتون ایجاد میکنه، سیستم ایمنیتون تحریک میکنه، آیا در اون زمان شما در واقع میتونین بیماری رو انتقال بدین؟ و جوابش خیر هستش. در اثر تزریق واکسن، چون هیچ کدوم از اینا در واقع ویروس رو بهتون نمیدن که یا شکلی از ویروس هست یا قسمتی از ویروس هست، و در واقع هدفش این هستش که سیستم ایمنی رو تحریک کنه. و شما اگه مثلا یه فردی از خانواده واکسینه بشه، نگرانی این نیستش که به علت واکسن انتقالش بده به افراد دیگه. ولی قسمت دیگه این سوال هستش که شما چون واکسینه شدید، دلیل نمیشه که بیماری رو نتونین منتقل کنین. به دو علت اونم. اول این که همونطور گفتیم افیکیسی واکسن ها حالا بهترینش 95% هستش. یعنی بازم یک نفر تو هر 20 نفر ممکنه که اونقدر افیکیسی نداشته باشه و بازم دچار بیماری بشه. و مسئله دوم این هستش که هنوز نمیدونیم که آیا این افرادی که واکسینه شدن ممکن هستش asymptomatic carrier باشن. یعنی اگرچه خودشون چون آنتیبادی دارن دفاع میکنه بدنشون و علائم کووید 19 رو خیلی خفیفی اصلا نشون نمیدن، ولی آیا ممکن هستش به افراد دیگه در محیطشون انتقال بدن؟ و هنوز اون جوابشون نمیدونیم. برای همین هنوز باید حتی افرادی که واکسینه میشن ماسک بذارن و فاصله و در واقع 2 متری رو رعایت بکنن. از سوال دیگه که شده که اونم خیلی مهم هستش، استفاده از تایلنال و ادویل هستش همراه با واکسن. توصیه که میشه این هستش که قبل از دریافت واکسن به عنوان حالا پروفیلاکسین که حالا من درد نداشته باشم، تب نکنم، تایلنال ادویل رو استفاده نکنید. استامینوفن ایبوپروفن قبل از دریافت واکسن اینجاست استفاده نکنید، چون هدف این هستش که سیستم ایمنی شما در واقع تحریک بشه. ولی بعد از دریافت واکسن اگه درد داشتین، اگه تبی داشتین، اگه هر علائمی داشتین که بخواید از استامینوفن یا ایبوپروفن استفاده کنید، هیچ مشکلی وجود نداره. سوال دیگه راجع به استفاده از الکل هستش بعد از در واقع تزریق واکسن، که خب این مشکلی قاعدتا نداره. یعنی تو تحقیقات نیومدن مستقیما بررسی کنه و از لحاظ تحریک سیستم ایمنی مشکل نداره، ولی خب توصیه میشه همون 2 تا درینک برای خانم ها یا ماکسیمم 3 تا برای آقایون بیشتر نباشه. خب سوالی که شده راجع به تاخیر توی دوز دوم هست، مخصوصا با توجه به اینکه حالا شرکت فایزر اومده کارخونه‌اش رو موقتی بسته که اکسپاند کنه، بزرگترش کنه، تولیدش متوقف شده و خیلی‌ها دوز اول دریافت کردن و دوز دومشون رو هنوز معلوم نیست کی دریافت کنن. در واقع بهترین هستش، چون تو تحقیقات گفته که خب حالا به فاصله 3 هفته یا 4 هفته باشه، ایدئال این هستش که این فاصله رعایت بشه. ولی نکته مهم این هستش که بدونین این 3 هفته و 4 هفته برای این هستش که زیر این مدت دوز دوم تزریق نشه و هنوز ماکسیمومی تو تحقیقات معین نشده برای اینکه بگیم خب شما در واقع حالا حتما بعد از 3-4 هفته دیگه دوز دوم بزنیم مؤثر نخواهد بود. به هیچ عنوان اینطور نیست. حتی اومدن تو ماه دسامبر یه بررسی کردن، یه تحقیقات کوچیک که انجام داده فایزر، ببینیم تو افرادی که یک دوز دریافت میکنن چقدر افیکیسی داره و حدود 52% بوده. یعنی با دوز یک دوز خب بازم مؤثر خواهد بود. و حتی CDC اومده گفته تا دوز دومو میشه تا فاصله 6 هفته هم دادش. و حتی میگم تو تحقیقات دارن میبینن که با زیاد کردن فاصله دوز اول و دوم آیا میتونیم دوریشن و اون در واقع طول مدت تاثیر واکسن زیاد کنیم یا نه. خب مسئله دیگه این هستش که چقدر طول میکشه که واکسن بخواد شروع کنه به تاثیر گذاشتن. برای اینکه سیستم ایمنی شما در واقع اون آمادگی آنتیبادی برای دفاع رو داشته باشه، 10 تا 14 روز حدوداً طول میکشه. برای همین اگه شما 3-4 روز بعد از اینکه واکسن زدی در واقع در تماس باشین با فردی که کووید 19 داره، ممکن هستش که مریض بشین و علائم کووید داشته باشین. هیچ ربطی به واکسنتون نداره، چون همونطور گفتم بیماری ایجاد نمیکنه و به خاطر این هستش که بدنتون هنوز اون آنتی بادی رو نساخته و سیستم ایمنیتون هنوز آمادگی دفاع رو نداشته. خب سوال مطمئنم که زیاد هستش. اگه بازم سوال هستش میتونی حتما برای ما بفرستین توی جلسات بعد، به اونها حتما پاسخ خواهم داد. امیدوارم که همتون سالم و سلامت باشین و هرچه زودتر واکسن بزنید تا از این پاندمی بتونیم زودتر بیرون بیاییم. تا برنامه دیگه، بدرود.